شما گفتید که دنبال پست و مقام نیستید، پس چه شد که وارد کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابوالفضل، من اول یه گله بکنم از دوستانمون در صدا و سیما. بالاخره یه اتفاقی افتاد و آقایون یه بخشی از صحبت‌های منو احساس کردن که بر اساس اون قاعده و قانون مصلحت نیست، چیز مهمی هم نبود و خب این حالا سانسور شد. ما از منم سوال کردن، گفتم که من تابع قانونم، چون اساس کار من اصلا تقویت قانونه و یکی از دلیلی که اومدیم تو صحنه میخوایم قانون شکنی رو بذاریم کنار. ولی دیگه درست نبود که رئیس صدا و سیما در روزنامه ها بگه این به خاطر مسئله امنیت ملی بود و بعد همون جمله رو هم بگه. من اتفاقا میخوام یکی از دلایل اومدنم همین بگم. ما چرا مردم رو محرم نمیدونیم؟ چرا؟ مگه انقلاب دست مردم موفق نشده؟ مگه ما جنگ رو با مردم تمام نکردیم؟ مگه مهمترین مسائل و سرنوشت سیاسی این کشور رو به مردم نمیگفت؟ هر ساختمانی باید یه ستونهای مناسب با این بدنه داشته باشه دیگه. ما به جای اینکه 7 تا 8 تا ستون زیر ساختمان 77 طبقه اقتصاد ایران، یعنی 77 میلیون، یه ساختمان 77 طبقه به جای اینکه 7 تا 8 تا ستون داشته باشه، یه ستون به نام نفته. حالا اومدن این ستون یه قلدری مثل آمریکا گرفته داره تکون میده، این اسباب اساسی میریزه کف خیابان. الان ما این وضع پیدا کرد. مدیریت این گلوله‌های برفیه، یعنی آدم‌های ناشناخته‌ای رو پیدا می‌کنم از بالای قله‌های مردم و قله‌های جمعیتی مردم، مثل استان‌ها، مثل اقوام، اینا رو سرازیر می‌کنم. در دامنه مردم اینا تبدیل به توده‌های بزرگ برف میشن که وقتی میان ته دره به فقر و بیکاری و گیرانی که میخورن اینو پودر میکنن، از سر راه ملت ایران بر میدارن. لذا اون روزی که من فرمانده سپاه شدم هیچی نداشتم، نه توپ داشتم، نه تانک داشتم، نه تیپ داشتم، نه لشکر داشتم. این بچه‌هایی که الان معروفن تو این خیابونا اسامیشون هست، اینا رو کسی نمیشناخت. حالا هر کسی بلند شده میگه ما رفیق حاج همتیم، ما هم حرفی نداریم. من تا حالا یه خاطره هم از جنگ مکتوب نکردم، چون شرمنده‌ام در مقابل فرماندهان عزیز شهیدم من حالا بگم که در جنگ چه نقشی داشتم. اما اینجا باید به مردم ایران بگم، حالا وظیفه‌م هست برای اینکه مردم ایران میخوان تصمیم بگیرن، عرض میکنم. خب اینا رو ما پیداشون کردیم که کسی هم اینا رو نمیشناخت، بهشون میدون دادیم، اینا رو از اون بالای قله رو انداخت. آقا مهدی باکری از قله بلند سبلان و سهند، یعنی آذربایجان غیور و غیرتمند، که اومد پایین، هر مقدار که میومد پایین گروه‌های زیادی از مردم دورش جمع میشد، تبدیل شد به یک لشکر 31 عاشورا. آقا مهدی باکری کسی نمیشناخت، اما الان افتخار ملت ایرانه، افتخار آذربایجانه. من معتقدم در جامعه ما ده‌ها آقا مهدی باکری، حسین خرازی، اینا وجود دارن و انشالله به فضل پروردگار متعال من با این سبک مدیریت گلوله‌های برفی یا بهمن که دارم دوباره جوانهای این کشور را میندازم و به کوری چشم دشمنان ملت ایران نشون خواهیم داد که نه تنها ملت ایران در صحنه دفاع و سیاست شکست ناپذیره، در اقتصاد هم شکست ناپذیره.